خانم آپیک اخیرا یک انیمیشن دوازده دقیقه شما کوتاه شما راهی چندین فستیوال شد و در برخی از اونها من جمله فستیوال جشنواره بین‌المللی مسکو، جشواره, بین جشواره در جشنواره در بریتانیا در مونترال در تورنتو جایزه گرفت در ابتدا میخواستم از شما بپرسم شما که خب سابقه کار سینمایی دارید چطور شد که رو به انیمیشن آوردید برای من همیشه فکر انیمیشن بوده من من این کار رو تا به حال انجام نداده بودم و تجربه هم درش به نداشتم چون کار اصلی من کار تهیه و بازی و فیلم های سینمایی یا تاچ بوده یا همطور که اشاره کردید ام، انیمیشن برای من یه وسعت خیلی بزرگی رو داره و من خیلی خوشحالم که دست به این کار زدم چون احساس کردم خیلی از مسئول رو میتونیم مطرح بکنیم بدون داشتن بازیگر یا یک ستاپ به اصطلاح فیلم معمولی که ما رواج هست و اون کار رو انجام میدیم توجه منو جلب کرد و میخواستم که چهل سال از مسائلی که در ایران بوده یک مجموعی رو یک ادغامی رو از نقطه نظرگاه کودکان کار ایران که نمونهش توی این فیلم به خصوص یک دختر بچه است که گل فروشی میکنه در خیابانها خیابانهای تهران از این نقطه نظر یک نگرشی متفاوتی داشته باشه بنابراین چون من اکثرا کارهایی که در دوره میتونم بگم چهار دوره متفاوت انجام دادم اکثرا در همین زمینه بوده در مورد مسئله زنان در مورد مسئله ایران چه فیلم چه تاج و همش مجموعی بوده از کارهای من تا روی صحنه تاج Um, ولی برای من بسیار جالب بود که بتونم این کار رو انجام بدم از طریق انیمیشن و در عرض 13 دقیقه گویا باشم مسائلی که چهار دهه در مملکتمون اتفاق افتاده. اسم این انیمیشن از گربه تصور می کنم که گربه به خاطر اینکه نقشه ایران شبیه گربه است و اسمه از اسم گربه استفاده میشه ولی یک ویژگی دیگه این فیلم شاید اینه که عمدتا از رنگ سیاه استفاده شده شما می نشون بدین که وضعیت در این چهل سال مخصوصا برای کودکان چون خب نقش اصلی این انیمیشن به عهده یک کودکه زندگیشون سیاه بوده سیاه شده بله من عمدن سیاه سفید استفاده کردم و اتفاقا توی انیمیشن ترمای متفاوت هست مثلا 2D بهش میگن 3D بهش میگن ولی به نظر من 2D بسیار عمیق تره وقتی که شما مسئول اجتماعی رو بیان میکنین بنابراین من از سفید استفاده کردم در وحله اول رنگ بسیار بسیار کمه چند جای کوچیک من یه رنگ قرمز ازش استفاده کردم و این کار عمدی بوده یعنی با انتخاب خود من بوده همزمان ما در این چهار ای که در عرض سیزه دقیقه میگذریم از خیلی از مسائلی که در مورد ایران رخ داده بعد از انقلاب اسلامی اینها همه دونه به دونه توی هر یک دونه تصویر داره مطرح میشه از کودکان کار، از فحشا، از فروختن سرمایه های ملیمون از نفت از خوزستان حتی از مسئله آب چون من همیشه میدونستم که آب یک مسئله است که واقعا یک درگیری بزرگی در ایران از گذشته از دو دهه گذشته این مسئله تازه ای نیست البته الان خوزستان متاسفانه مردمش دارن زج میکشن سر این مطلب و به پا خواستن ولی این هم حتی توی این فیلم بهش یک اشاره هایی شده در این مورد مسئله آب ام این هستش که سیاسفید به نظر من عمیقتره برد بیشتری رو داره چون توجه به رنگ نیست یعنی اون تمام حس کلی فیلم و قلب فیلم توی همین مطلب سیاسفید بودن این فیلم و فرار این دختر از این سیاهی است که به طرفش داره میاد و مقاومتش و این به نظر من یه نمونه است از مقاومت زنان در ایران تا, تا به امروز به شکلهای مختلف در خفقانی که در از این چهار دهه گذشته باهاش مواجه بودند یکی از جوایز مهمی که این انیمیشن شما دریافت کرد از جشنواره سینمایی بین المللی مسکو اگر من حافظم خوبیاری کنه شما حدود چهار دهه پیش جایزه بهترین هنرپیشه زن رو هم از همین جشنواره دریافت کردین درسته؟ بله درسته در سال 1977 برای فیلم بومبست نویسنده کارگردان آقای پرویز سیاد این جایزه رو من دریافت کردم و برای من این جایزه جایزه بسیار مهمی بود برای اینکه برای زنان ایران در سینما این اتفاقی نیفتاده بود برای بازیگران و این یه قدم بسیار محکم و مثبتی بود که ثابت بکنه در عرصه جهان که ما فیلمسازیمون در چه حد بود در اون زمان در سال 1977 و زنان چه نقش های مهمی رو داشتن البته ما تعدادی فیلم, س... فیلم هایی که نقش اصلی رو کامل یک زن به عهده می گرفت کم بود ولی خب این قدم های اولیه و قدم های بسیار مهمی بود که داشت برداشته می شد در اون زمان جذابیتش برای من این بود که با من وقتی تماس گرفتن و این مطلب مطرح شد گفتن چه حسی داری بعد از چهل و اندی سال با یه فیلم انیمیشن یک جایزه انیمیشن بهترین انیمیشن رو میگیری و واقعا حس من این بود که چهل سال با تمام کوشش هایی که خارج از کشور چه از نقطه نظر تا سینما و تلویزیون من انجام دادم همیشه احساس میکنم که اون پرباری رو که میتونستم در ایران خودمون داشته باشم از من گرفته شده تمام موقعیت هایی که به خصوص بعد از این جایزه موسکو میتونست درها باز بشه و قصه های مهمتری گفته بشه در مورد مسئول زنان در مورد ایران قصه های قدیمی از دوره ساسانیان یا هر چی که زنان نقش نخشا، های بسیار مهم و عمده داشتن اینا همه از دست رفت متاسفانه و و به هر حال کوشش خودم رو من انجام دادم ولی یه دلگرمی متفاوتی بود با یک غمی همراه بود که بعد از این همه سال باز دوباره یک فستیوال مهم بین توجه داره به کار من شما هم اشاره کردی در این صحبت اخیرتون یک سینماگر کسی که در کار سینماست وقتی مجبور به مهاجرت میشه با مشکلات بسیاری روبروست از زبان گرفته تا شناسایی با فرهنگ محلی که زندگی میکنه بنابراین بسیار فیلمسازی سختره تجربه شما در این چهار دهه چگونه بوده؟ در وحلی اول توجه من و یکی دو نفر از دوستان همکارم آقای پرویز سعید بیشتر روی جامعه ایرانی بود در وحلی اول که ما بتونیم حداقل زبان فارسی رو ادامه بدیم این تاعت رو و مسائل اجتماعیمون رو ادامه بدیم مثلا نمیدونم شما به یاد دارید نماشنامه خر رو که ما سفر سفرهای طولانی کردیم با این نمایشنامه شهرهای متفاوت رو رفتیم ولی حتی فیلم سازی که شد مثلا فیلم فرستاده فیلم سرحد فیلمایی که ساخته شد واقعا به واقعا برای اینکه ما خارج از کشور سرمایه گذاری خصوصی نداشتیم اکثرا کارو به صورت خصوصی یا اینکه استودیو سیستمه و استودیو سیستم واقعا بسیار مشکلی که وارد شدن و به خصوص با فیلم های آرتیستیک با فیلم هایی که بیان متفاوتی داره از فیلم های معمول کامرشلی که اینجا ساخته میشه حتی خط سینماگران خط زنجیره سینماچیان یا سینماگران که این فیلم ها رو پخش میکنن توجهشون کاملا به طرف فیلم های پرفروشی است که استودیوها ها میسازن و خب توی اون مایه کاری که ما داشتیم اکثرا و مسائلی که داشتیم و اون قبار سنگینی که روی دوش ما بود همطور که شما اشاره کردیم با مسئله زبان با مسئله فرهنگ با ندونه یعنی اون فرهنگ اجتماعی به خصوص در آمریکا رو نشناختن تا خودمون رو روی پا وای سونیم و بعد بریم سراغ یک حرفه که بسیار بسیار مشکله و خصوصاً در هالیوود که هر روز صدها نفر میان توی این شهر به امید ستاره شدن به امید فیلم ساز شدن بنابراین واقعا یک چیز غیر ممکنه تقریبا میشه گفت بعد حال ما کوشش کردیم این فیلم ها رو ساختیم سرمایه گذاران بسیار حساسیت داشتن نسبت به این مطلب حتی یک دوره آمدن و خواستن که سرمایه گذاری بکنن ولی چون برگشتی از این سرمایه نداشتن ترجیح دادن که برن توی ساختمان و ریل سیت و میدونید براش ترجیح میدادن که بالاخره یک درآمدی از یک نفعی داشته باشه با تمام عشقی که نسبت به هنرمنداشون داشتن که میخواستن که اونا پیش بدن بسیار مشکل بوده این چهار دهه گذشته ولی به هر حال ما بیکار ننشستیم تاعت از تاعت استفاده کردیم و بعد من نمایشنامه به بی اسم بینیست نوشتم که این جایزه منتقدین آمریکا رو در تاعت گرفت و با اون سفر کردم به زبان انگلیسی راجب مسائل زنان در ایران امروز از فرزن از زندگی زهر و کازیمی درش منعکس شد در مجموعه بسیار خوبی مثل کنیدی سنتر، لینکون سنتر، گفن پلای هاوس به نمایش گذاشته شد برای کودکان کار کردم یک دوره برای دو تا فیلم بلند قصه پری در جنگل و گوهر شبچراغ رو, رو روی متل که قبلا به هیچ وش موسیقی دوش نبود ملودی هایی من نوشتم و بعد قصه ای رو باش پرداخت کردم از آقای شهداد روحانی خواهش, کردم بیان کمک بکنم برای آرنجمان و برای موزیک بیشتر از آقای بهزادی بند تمام مدت من فعال بودم به شکلی که بتونم به جامعه خودمون کمک بکنم صدایی باشم چه در آمریکا برای کودکانی که دارن اینجا بزرگ میشن و احتیاج دارم به این فرهنگ فارسی زبان من برای این ویدیو که ساخته شد بسیار توجه خانواده ها رو جلب کرد که در منزل میتونستن با زبان فارسی از طریق موسیقی میتونین الف با و یک دو و مطل رو یاد بگیرن بچه هاشون و باش بزرگ بشن ولی خب برای من نقطه اصلی مسئله زن بودن و تون محیط خفقان آور ایران مسئله که زنان داشتن و باش مقابله میکردن مقابله یعنی اتفاقاتی بود که تقریبا بسیار غیر عادی بود از سنگ سار کردن زنان گرفته تا حجابش رو پاره کردن نمیدونم توی ماتیک خود شیشه گذاشتن که لباشون پاره بشه یا مشققت هایی که در زندان های ایران زنان کشتن و مردان و هموطنانمون این بود که اینا همیشه در فکر و ذهن من هست من بنابراین این هر کاری که من کردم در از این چهل سال گذشته خصوصا به این مسائل تکیه داشته که بتونم صدایی باشم یا در جامعه دنیا و آمریکا یا در محیط خودمون در جامعه ایرانی در بسیاری از کشورها هنرمندان به ویژه سینماگران وقتی که در شرایط دیکتاتوری کشورشون به سر میبره نقش مهمی داشتن نمونه های بارزش هست مثلا یونان در زمان سرهنگ ها یا شیلی که ما اونجا میبینیم که هنرمندان اونجا با خلاقیتشون مشکلات کشورشون رو جهانی کردن به نظر شما در این زمینه هنرمندان ایرانی اونها که خارج هستند خوب کار کردند یا یک کمکاری دیده میشه صد درصد کمکاری است. تعداد ما بسیار کمه و یکی از دلایل اصلیش هم مسئله سرمایه این کار هاست مثل دنیای اقتصادی مثل که آمریکا حداقل از من از طرف خودم صحبت میکنم فقط مسئله ساختن فیلم نیست مسئله پخش فیلمه و چه کسی اینو میبینه الان برای همین وضعیتی که فرزند در فستیوال متفاوت پیش آمده شروع کردن که اجازه بدن که فیلمسازهای خارجی خودشون فیلمشون رو بفرستن ولی در بعضی از فستیوال مثل برلن یا کان این فیلم باید وارد بشه از طرف اون مملکت به خصوص میدونید یعنی اونا هستن که میفرستن اونا هستن که این فیلم رو اجازه نمایششون میدن چندین و چند فستیوال ها هست که باز شده البته فیلم اخیر من فیلم کوتاه بوده ولی برای من این مطفیه بده ولی برای فیلم های سینمایی معمولا میخوان کشور اون مملکت این فیلم رو بفرسته فیلم های ما رو که چه خوب چه بد چه درش بیانی باشه رو به مسائل اجتماعی امروز کسی نیست که اینو بفرسته یا باید به عنوان یک امریکن انتری وارد بشیم از اینجا چون کسی نیست که پشتیبانمون باشه Um, ولی در ایران فیلم که امروز هستن اکثرا فیلمشون که فرستاده میشه از دولت ایران سرمایه گذاری میشه یا اینکه فرستاده میشه یا بعضی وقت هم سرمایه گذاران um, متفاوتی داره ولی آ, اونها اصلا یک سیستم دیگه ای دارن یک پیغام دیگری دارن و خیلی هم منتقدین دنیا رو و دنیا رو هم گیج میکنن با یه سری از این فیلم ها برای اینکه احساس میشه که یه سری آزادی های یواشکی تو این فیلم هست این فیلم ها هست و نماینده میشه برای نشون دادن اینکه در ایران مسئله وجود نداره همه چیز یعنی تقریبا میشه گفت مسائلی هست ولی مسائل مهم و حادی وجود نداره من نمیدونم واقعا تکلیف فیلم چه هست یا باید خارج از ایران باشند تصمیم میگیرن بیان بیرون و از اونجا فیلم درست بکنن که بسیار بسیار مشکله برای این کار مگر اینکه سرمایه خصوصی که عظیمی داشته باشن که این کار بتونن انجام بدن یا باید در ایران بمونن و با شرایط فعلی تا بکنن و جلو برن و با مسائلی که از مواجه بشن و فیلماشون رو بفرستن خارج از کشور منتها زمانی هست که رو در هستن با یک منتقل که ازشون میپرسه که واقعا شما چی فکر میکنین راجه به مملکتتون یا راجه به سیستمی که الان وجود داره و جواب اونها جوابی است که نمیتونه قاعدتا جواب قانع کننده ای باشه چون باید برگردم به ایران و دوباره کار بکنم این هست که من از اول این تصمیم رو گرفتم که خارج از ایران باشم و نمیخواستم با اون حکومت و اون, اون سیستم کار بکنم و تمام کارم سانسور باشه بنابراین این تصمیم, تصمیم که 40 سال 42 سال پیش انتخاب شده ولی بسیار سخته بسیار مشکل فیلمسازی و کوشش های بسیار کمی هم داره میشه تا اونجا که من تا حالا دیدم با سپاس فراوان از همراهیتون متشکرم دوستون بخیر